سلام، خب بچه ها، ما یه لایو کتاب خونی دارم من، زیبا و کرد ترکیه، که فکر میکنم توی 3 یا 4 تا لایو این داستان رو تموم کنم. پارت اولش امشب. صدا و تصویر اگر خوبه من شروع کنم، چون بعدا من کامنت ها رو نمیبینم. اگر بگین که صدا خوبه من شروع میکنم. خب اوکی، من شروع میکنم. زیبا و کرد ترکیه، آپریل سال 2005، روز دوشنبه ساعت 7 صبح بود که تلفنم به صدا در آمد. فروزان، یک آشنای افغانی، از من تقاضای کمک برای یک زن ترکیه‌ای میکرد. با توجه به اضطراری که احساس کردم به او قول دادم تا ساعت 10 پیش آنها باشم. ساعت 9:30 صبح به خانه فروزان رسیدم. از او ماوقع را جویا شدم. گفت صبر کنم تا خود دوستش گویای ماجرا باشد. منتظر آن زن ترک بودم که از دستشویی بیرون آمد. آخ، او را می شناختم. گلشا، زن کردی که بارها خانهش رفته بودم. شوهرش علی را از چند سال پیش می شناختم. گاه گاهی به من سر می زد. برایم نان می آورد و از زندگیش تعریف می کرد. او مرا به خانهش دعوت کرده بود و با خانوم و بچه هایش آشنا شده بودم. آنها مرا خیلی دوستم داشتند. گلشا از زندگی فقط بچه دار شدن و شوهرداری کردن را می دانست و اینکه از صبح تا شب باید جان بکند و مثل اسب عصاری شب و روزش را دور چرخ آسیا به زندگی سپری کند. تکیه کلامش این بود: چون بچه دارد باید بسوزد و بسازد و چاره ای جز تسلیم به زندگی و سرنوشت ندارد. یک روز که از حرفهای او خسته شده بودم، عصبانی به او گفته بودم: تو برده ای و برده هم خواهی ماند. تو شایسته ی همین زندگی هستی. تنها کاری که توانستم برای او بکنم این بود که کمک کردم بچه هایش را در کودکستانی اسم نویسی کند تا گلشا حداقل در روز 4 تا 5 ساعت برای خودش فرصتی داشته باشد. از طرفی به او امکانات دولتی از جمله کلاس‌های آموزشی، تجمعات مختلف فرهنگی و اجتماعی و ورزشی و غیره معرفی کردم که گهگاهی از آنها استفاده می‌کرد. ماه‌ها بود که از گلشا خبر نداشتم. در آخرین باری که او را در خیابان دیده بودم خیلی لاغر و افسرده شده بود. او از من خواهش کرده بود به او سر بزنم و به خانهش بروم. حال این گلشا بود که فروزان برای او از من تقاضای کمک می کرد و ترسیده بود که در تلفن نام او را ببرد. این بار گلشا ضعیفتر و لاغرتر و داغون، با صورتی ورم کرده و چشم کبود و گریان، با صدایی که انگار از ته چاه می آمد با من صحبت می کرد. او را بغل کرده و ماجرا را جویا شدم. گفت دیشب ساعت 10 به همراه پسر بزرگش پیش من آمده بود، ولی من در خانه نبودم و مجبور شده پیش فروزان، همسایه سابق و دوست خانوادگیشان بیاید. فروزان ادامه داد: زیبا خانم، ما فکر کردیم تو فقط میتوانی به ما کمک کنی که چه کار کنی. این گلشا خیلی سختی ها در زندگیش کشیده است. من سالها همسایه آنها بودم، همیشه شاهد بودم که چگونه شوهرش علی او را زیر بار کتک میگرفت و با کمربند او را میزد. اگر هم کسی دخالت میکرد با تشر جواب میداد: زن من است و هر کاری را بخواهم با او میتوانم بکنم، به کسی مربوط نیست. گلشا میگفت 20 سال تحمل کردم، کتک خوردم، زجر کشیدم و خودم را دلداری دادم که زندگیم بهتر میشود، اما
الان دیگر نمیتوانم تحمل کنم، به خصوص اینکه چند ماهی است که علی با زنی به اسم عارفه دوست شده است و میگوید عاشق اوست. او را پیش من آورده تا با من آشنایش کند. من دیگر تحمل این کار را نداشتم. به او گفتم که برود با آن زن زندگی کند، ولی او میخواست من او را هم قبول کنم. در آخرین دعوایی که با هم داشتیم به قدری وحشیانه مرا زد که دیگر تصمیم به خودکشی گرفتم. این هم جای تیغ روی مچ دستم. با شنیدن این حرف ها من گلشا را دلداری دادم و به او راه و چاه را نشان دادم که چه اقداماتی می تواند بکند. اولین پیشنهادم این بود که او باید مدتی دور از همه چیز بماند تا با آرامش بتواند خوب فکر کند. او به شدت از علی می ترسید و مرتب تکرار می کرد علی خیلی خشن و خطرناک است و تو او را هنوز خوب نمی شناسی. از شدت ترس گلشا نمی خواست پیش دوستانش بماند. احساس خطر برای آنها می کرد. می خواست تحت حمایت پلیس قرار بگیرد که در این صورت باید به فران هاوس خانه زنان می رفت. در تمام این امور من او را همراهی کردم. او مصرانه از من میخواست همه چیز مخفی بماند و شوهرش از هیچ چیزی با خبر نشود، حتی از اینکه شب گذشته پیش فروزان بوده است. فروزان هم نظر او را تایید میکرد، اما این مغایر با اصول زندگی و عدم رازداریم بود. در اداره پلیس نزدیک خانه زنان بود به ما گفتند تنها کسی میتواند به خانه زنان برود که مشکل دارد. همراه و دوستان شخصی نیز حتی نمی توانند از آدرس آنجا با خبر شوند. لذا من باید از گلشا خداحافظی می کردم و او را به کسی می سپردم که از خانه زنان برای بردن او آمده بود. در آخرین لحظات او از من خواهش و التماس کرد که بچه های 4 و 6 سالش را به او برسانم. تنها نگرانی او این 2 بچه بودند و می خواست من کاری بکنم که بچه ها به او برسند. من به او گفتم که در این امر هم به او کمک خواهم کرد. بعد از جدایی از او تمام روز در این فکر بودم که چگونه بچه ها را به او برسانم. راه حل های مختلفی از مغزم می گذشت. آخر به فکرم رسید که در این رابطه با پلیس مشورت کنم. آنها هم نمی خواستند در این رابطه مستقیماً و قانونی وارد عمل شوند، چرا که حق حضانت بچه ها را پدر نیز داشت. تنها راه حل این بود که به عنوان یک دوست خانوادگی وارد عمل شوم و با استفاده از علاقه بچه ها به خودم آنها را از خانه خارج کرده و به مادرشان برسانم. در این فاصله گلشا به خانه من زنگ زده و در پیغامگیر تأکید بر این مسئله می کرد. با این اوضاع بعد از ظهر آن روز به سوی خانه علی روانه شدم. پسر بزرگش که او هم علی نام داشت در را به رویم باز کرد. از او سراغ بچه ها را گرفتم. گفت دختر کوچک برای بازی به خانه یکی از دوستان برده شده و تنها پسر کوچک در خانه است. پدر بچه ها هم در خواب بود. با شرایط موجود نقشه بردن بچه ها به هم ریخت، چرا که قرار بر بردن هر دویشان بود. علی پسر بزرگ علی را صدا کردم و در بیرون از خانه با او کوتاه صحبت نمودم. تمام ماجرا را برای او شرح دادم و از او خواستم امکانی را فراهم آورد که من هر دو کودک را به مادرشان برسانم تا او از نگرانی بیرون آید. او از رفتن مادرش ناراحت بود. می گفت بارها به مادرش امید داده بود که بعد از 18 سالگی شرایط دیگری را برایش فراهم خواهد کرد و بهتر بود از خانه نمی رفت و باز شرایط را تحمل می کرد. با این اوصاف به من گفت فردا صبح ساعت 7 بعد از رفتن پدر به خانه آنها بروم و بچه ها را به مادرشان برسانم. چند ساعتی از بازگشت من به خانه نگذشته بود که تلفنم زنگ زد. این بار شوهر گلشا بود. او مطلع شده بود که من به خانهشان رفته بودم. از من علت را جویا می شد. من به تته پته افتاده و میگویم به دنبال تلفن گلشا بوده که جویای حال او شدم. اما علی که گویی بو برده بود من در مسئله ناپدیدی گلشا بی دخالت نیستم، با صدای تهدیدآمیز پرسید
آیا گلشا پیش من بوده و اگر من در این مسئله دخالت کنم بد جوری بلا سر من می آورد؟ من که از تهدید او هم ناراحت و هم ترسیده بودم، تلاش کردم با آرام کردن او متذکر شوم که نمی تواند من را تهدید کند. اما گوش او به این حرف ها بدهکار نبود و مدام می گفت گلشا را خواهد کشت و با ماشین او را زیر خواهد کرد. بعد از این مکالمه تناقضات درونی من رو آمدند. خودم را می دیدم در حالاتی که از آن اصلا راضی نبودم. پنهانکاری، دروغ، ترس، تن به زور دادن و ناتوانی در دفاع از آنچه کرده و اعتقاد دارم. برای بیرون آمدن از این حالت تنها روبرو شدن با وقایع می توانست راه چاره مناسب باشد. از این رو این بار من به علی زنگ زدم و گفتم علی، من می خواهم سؤالی از تو بکنم. آیا تو گلشا را کتک زدی؟ او گفت نه. گفتم پس چه کسی گلشا را زده بود؟ من امروز گلشا را دیدم. او بلا فاصله حرفم را برید و پرسید کجا؟ خانه فروزان، دیشب آنجا بود. با این حرف او با عصبانیت تلفن را قطع می کند تا به فروزان زنگ بزند. همانطور که انتظار داشتم دقایقی بعد دوباره زنگ تلفن به صدا درآمد. او از من می پرسید آیا گفته های فروزان صحت دارد که من گلشا را به خانه زنان بردم؟ تأیید من کافی بود تا آتش خشم او شعله ور شود. برای او باور کردنی نبود که من چنین کاری را انجام دهم. این برای آبرو و حیثیت و ناموس او ننگ و رسوایی بزرگی بود. با تهدید مدام فحش و ناسزا به من میداد و آدرس و شماره تلفن خانه زنان را میخواست. من با ملایمت تلاش میکردم او را توجیه کنم که این کار بهترین راه حل برای آرامش گلشا بود. پیشنهاد کردم پیش من بیاید تا با هم صحبت کنیم، ولی این حرف ها بر او اثر نداشت و مرتب به من تشر می زد چرا بدون این که به او بگویم درباره زنش تصمیم گرفتم. در این میان انواع و اقسام تهدیدها را می کرد. از او پرسیدم چه کار می خواهی با من بکنی؟ آیا می خواهی مرا بکشی؟ با طعنه نه. مرا بزنی؟ نه. پس چی؟ من تو را تکه تکه خواهم کرد، شکنجهت خواهم داد و بعد خواهم کش. زن من گلشا ساده تر از اینها بود که به خانه زنان برود و تو تمامی راه و چاره را به او نشان دادی. تو به من خیانت کردی، من تو را خواهم کشت. تو باید گلشا را به خانه برگردانی. بگو شماره تلفن خانه زنان چنده؟ من مرتب تکرار می کردم علی، کارهای تو هم اشتباه بود. سعی نکن اوضاع را بدتر از اینها بکنی. لطفاً بیا خانه من تا با هم حرف بزنیم. من به تو شماره تلفن خانه زنان را میدم. علی گفت دوست دخترم عارف به خانه من میآید. نمیتوانم پیش تو بیایم. زود باش بگو شماره خانه زنان چند است. به او گفتم تو میتوانی با عارف خانه من بیایی. مسئله ای نیست. و از ترسم یکی از شماره های خانه زنان را به او دادم. بعد از دقایقی دوباره علی به من زنگ زد و گفت کسی به این شماره جواب نمی دهد و روی پیغام گیر می رود. او هرچه از دهنش در آمده بود بد و بیراه در پیغام گیر گفته بود و ادامه داد که تا ساعتی بعد به خانه من می آید. در این فاصله من با دوستم ینس که در نزدیکی خانه من زندگی می کرد تلفن زدم. علی‌رغم اختلافاتی که داشتیم که منجر به فاصله گیری ما از هم شده بود، از او خواستم سریع خود را به خانه من برساند تا در موقع آمدن آنها من تنها نباشم. او هم بلا فاصله آمد. در این فاصله یکی دیگر از دوستان افغانیم به نام کریمه پیش من آمد. خیلی خوشحال شدم. از او هم خواستم کمی دیرتر به خانهش برود. در این بین فروزان به من زنگ زده و اعتراض می کرد چرا به علی درباره گلشا و او و خانه زنان اطلاع دادم و با نگرانی می گفت این مسائل برای همه ما دردسر خواهد شد. و صدای شوهر آرام و مظلومش هم در آمده و مرتب تشر می زند که چرا او این کار را کرده. چاره دیگری نبود فروزان. درست نبود علی این ور و آن ور دنبال زنش بگردد.
بهتر که بداند و تکلیفش روشن شود گلشاه کجاست. ما هم دیگر مجبور به تظاهر و رول بازی کردن نیستیم. بگذار علناً از کاری که کرده این دفاع کنیم. 20 سال گلشاه درد و رنج و مصیبت کشیده. در صورت همدردی و همکاری علنی ما با او که دوستانش هستیم، پیکان تیز حمله علی و بار خشم خشونت او بر 3 نفر تقسیم می شود و بر 1 نفر متمرکز نمی شود. کمی صبر و تحمل کن فروزان عزیز. من هم با شوهرت صحبت می کنم. نگران نباش. تو کار خوبی کردی، به دوستت پناه دادی. با این حرف ها فروزان کمی آرام شد. بعد از حدود 30 دقیقه علی و عارفه زنگ خانه مرا به صدا درآوردند. با باز کردن در آنها با عصبانیت وارد خانه شدند. وای که قیافه علی چقدر وحشتناک شده. هیچ چیزی نمیتوانست او را آرام کند. چقدر خوشحال بودم که ینس و کریمه پیش من بودند. ینس مرتب تکرار میکرد اینجا آلمان است و شما نمیتوانید کسی را تهدید کنید یا زن خود را بزنید و از این حرف ها. رفتار علی و عارفه برای او غیر قابل باور بود. علی فحش‌های رکیک به دوست آلمانی من و دیگران و حتی پلیس می‌داد و بر روی میز می‌کوبید. یک بار هم به سوی ینس حمله ور می‌شود که من جلویش را می‌گیرم. علی می‌گفت برایش مهم نیست حتی حرف‌هایش ضبط شوند. او فقط بازگشت زنش را می‌خواست و برای رفع این عیب و ننگ حاضر به هر کاری. زیبا چطور جرأت کرده زنش را به خانه زنان ببرد؟ او چشم و گوش زنش را باز کرده و باید مجازات شود و این کار زیبا غیر قابل بخشش است. عارفه هم حرفهای او را تکرار می کرد و می گفت آره کردها فرهنگ خاصی دارند و در فرهنگ آنها زن اجازه چنین سرکشی را ندارد. من چندین دفعه به او گفتم تو خودت زن هستی، چطور ممکن است مدافع حقوق او نباشی؟ ولی او توتیوار به پایبندی بر کلتور و فرهنگ کردی خودشان تأکید می کرد. بعد از فحش و فحشکاری بسیار، یک دفعه علی با حالتی بسیار تهدیدآمیز و وحشتناکی خود را به صورت من نزدیک کرده و انگشتش را تا نوک دماغم آورد و گفت زیبا می دانی چیه؟ 3 روز به تو فرصت می دهم که گلشاه را به خانه برگردانی. تو باید بروی او را پیدا کنی و از موهایش بگیری و پیش من بیاوری. اگر تا 3 روز این کار را نکردی من تو را خواهم کشت. تو خواهی دید که من تا چه حد روی حرفم ایستادم. من خودم در کردستان کسانی را شکنجه کردم. اینجا هم دوستانی دارم که به من کمک می کنند و امثال این حرف ها. هرچه بیشتر می شنیدم ترسم بیشتر می شد. در آن بهبوه بود یکی از دوستانم به نام ارژنگ به من تلفن کرد. او مرا همیشه بی پروا می نامید. پشت تلفن پرسید چطوری بی پروا؟ حالت خوبه؟ نمی دونی بی پروا از پروا توی شلوارش کرده. چرا؟ چی شده؟ مختصر به ماجرا اشاره کردم و گفتم بعدن به او زنگ می زنم. بعد از مدتی های و هوی و تهدید علی با حالت ناله و ناراحتی ابراز بیچارگی کرد که حالا چه کسی باید مواظب بچه ها باشد و با این همه فشار او چه بکند. وقتی در پاسخ سوال من که مگر عارفه به تو کمک نمی کند گفت او هم سر کار می رود. یک دفعه من از دهنم پرید علی ناراحت نباش، من هستم و به تو کمک می کنم. من بچه ها را می توانم نگهداری کنم. پس دوستی به چه دردی میخورد؟ من هم دوست تو هستم و هم دوست گلشاه. در اینجا علی یک دفعه به ترکی گفت دور دور، یعنی بلند شو بلند شو، حاضر شو که بروی. عارفه هم از این پیشنهاد خوشحال شد. ینس از تعجب خوشگش زده بود. کریمه آرام به من گفت زیبا چطور جرأت میکنی با او بروی؟ من حالا از طرفی حرفی زده بودم که میبایست رویش میستادم و از طرف دیگر ترس و وحشت از علی و با او همراه شدن وجودم را گرفته بود. لحظاتی مردد بودم ولی میبایست سریع تصمیم میگرفتم. با تشر و تکانی به خود راهم را انتخاب کردم که همراهی با علی و عارفه بود.
موقع رفتن با لحظه‌ای درنگ خطاب به علی گفتم: علی، اما با یک شرط، و آن اینکه توی خانه سیگار نکشی. میدانی من از سیگار متنفرم. او ضمن نگاه تند به من و غر زدن و شاید این فکر که چقدر پررو هستم ضمنی گفت: خیلی خوب، باشد. دم در خانه من از کریم خداحافظی کردم. ینس مرا تا دم ماشین علی همراهی کرد. او با طنز و حیرت جملاتی را زمزمه می کرد با این مضمون که تو از این دیوان بازی ها عجیب نیست. که از تو این دیوان بازی ها عجیب نیست. بعد از راهنمایی من به سمت ماشین بزرگ علی که مخصوص پخش نان و شیرینی بود، عارفه و علی مرا در وسط خودشان نشاندند. در مسیر حرکت به سمت خلاف خانه علی، ده‌ها فکر وحشتناک از فکرم خطور می‌کرد. با خود می‌گفتم نکند مرا برای سر به نیست کردن در این شب تاریک به جنگلی می‌برند، چرا مرا وسط خودشان نشاندند؟ آخر چرا این مسیر؟ با این افکار مشغول بودم که علی از عارفه خواست خداحافظی کند. خیالم راحت شد. این مسیر، مسیر خانه عارفه بوده، نه مسیر سر به نیست کردن من. در راه به خانه علی سعی می کردم مهربان و صمیمی به او باشم تا که شاید به من کمتر خشونت نشان دهد. به او پیشنهاد کردم حتی بگذارد من رانندگی کنم تا او بر اعصابش بیشتر تسلط یابد. با جمله کوتاه جواب رد به من داد. بعد از نیم ساعتی به خانهشان رسیدیم. به محض ورود به خانه مرا پیش دو پسرش که بیدار بودند برد. دو تا کوچولوها خواب بودند. رو به آنها گفت: میدانید زیبا چه کار کرده؟ او مادرتان را به خانه زنان برده. 3 روز به زیبا فرصت میدهیم مادرتان را به خانه برگرداند و اگر این کار را نکرد، خطاب به پسر بزرگش: تو علی پسرم وظیفه داری و مسئولیت با توست که برای حفظ شرافت خانوادگی او را بکشی. اگر این کار را نکنی شرافت خانوادگیت را سیکرم میگایم به ترکی. دو پسر علی در حالی که صدایشان در نمی آمد آرام ایستاده بودند و با نگاه های مهربانه خود میخواستند مرا از وحشت درآورند. این بچه ها خیلی من را دوست داشتند. بعد از مدتی کوتاه که علی آرام شده بود به من گفت: من مسافر، یعنی مهمان او هستم. در این 3 روز باید کاملا احساس راحتی کنم و از هر چه دلم می‌خواهد استفاده کنم. او با افتخار از فرهنگ کردی در مهمان نوازیشان حرف می‌زد که چگونه احترام مسافر خود را حفظ می‌کند. می گفت: زیبا، تو هنوز مرا خوب نشناختی. تو باید با من زندگی کنی تا بفهمی من چه شخصیتی واقعا دارم. من همین جنبه های مثبت او را برجسته می کردم. هنوز در حال خانه ایستاده بودم که از او پرسیدم: علی، من امشب کجا می خوابم؟ پیش من، در اتاق من. مسئله ای که نداری. من متعجب به او نگاهی انداختم. نه، من مشکلی با تو ندارم و می توانم کنار تو بخوابم، اما نمیخواهم با تو سکس داشته باشم. این را میخواهم از ابتدا گفته باشم. با خنده گفت: چرا؟ چرایش را نمیدانم، فقط میدانم که نمیخواهم. این یک مسئله احساسی است. او کمی به من نگاه کرد، بعد گفت که من او را خوب نشناختم و ادامه داد: زیبا، تو میتوانی در اتاق دیگر راحت بخوابی. تو مهمان من هستی و باید تا مدتی که اینجایی در این 3 روز کاملا احساس آرامش و راحتی داشته باشی. ولی یادت نرود بعد از این مدت اگر زن من اینجا نیامده باشد، تو دیگر زنده نیستی و تو را خواهم کشت. من به اتاق نشیمن رفتم. ناآرام و پریشان بودم. از علی پرسیدم: آیا میتوانم به یکی از دوستانم تلفن کنم؟ گفت: آره معلومه، تو میتوانی حتی به ایران زنگ بزنی. شماره ارژنگ را گرفتم و با او شروع به صحبت کردم. او نگران بود و می گفت باید به پلیس اطلاع دهم، ولی من امیدوار بودم مسئله را بدون دخالت پلیس پیش ببرم. بعد از تعریف مختصر ماوقعه برای او، گوشی را گذاشتم. علی از من خواست هرچه دوست دارم برای شام تهیه کنم.
با این حال که از ناراحتی اشتها نداشتم جواب دادم: آخه شما ترک ها همش نان سفید بربری میخورید. این نان ها آدم را چاق میکنند. من نان سیاه و فولکورن دوست دارم. بعد از مدتی با خود اندیشیدم شاید مصاحبت با علی و گفتگو درباره مسائل مختلف تا حدی تعدیل دهنده اوضاع باشد. از این رو سر صحبت را با او باز کردم و از او خواستم همه ماجرای پیش آمده را برایم تعریف کند و از گذشتهش، از رابطهش با عارفه و مسائل دیگر حرف بزند. حدود 2 ساعت ما با هم حرف زدیم. با این گفتگوها بیشتر احساس می کردم که باید در بررسی مسائل همیشه 2 روی سکه را دید، حرفهای 2 نفر را شنید و ماجراها و وقایعی را از همه زوایا نگاه کرد. باری موقع خواب شد و علی هم به اتاق خود رفت. من روی کاناپه در اتاق نشیمن رخت خوابم را درست کردم. هرچه تلاش می کردم خوابم ببرد بیهوده بود. فشار مسائل، اوج هیجانات و هجوم افکار گوناگون مانع از آرامش درونیم گشته بود. با چشمان باز، غرق در افکار مختلف، خیره به پنجره، ساعتها روی تخت ماندم و دمدمهای صبح بود که به خواب رفتم. طبق قرارمان از شب قبل، علی ساعت 7 صبح از سر کارش به من زنگ میزند تا بچه ها را برای رفتن به کودکستان آماده کند. بریوان و باران را بیدار کرده و با بازی و سرگرم کردن آنها می کوشیدم از شدت مسائل بکاهم. آنها را آماده رفتن به کودکستان می نمایم. نیم ساعتی نگذشته بود که علی و عارفه هر دو به خانه می آیند. من با بچه ها آماده بیرون رفتن شده بودیم که متوجه شدم قیافه علی خیلی تغییر کرده است و با یک غضب خاصی با من صحبت می کند. او رو به من کرد و گفت: شب تا صبح نخوابیده و همهش سیگار کشیده و فکر کرده است و اول صبح هم قبل از سر کار رفتن پیش یکی از دوستانش رفته و ترتیب برنامه ای را دادند. در همین لحظه با غیظ و ناراحتی خاصی از پشت کمرش اسلحه ای را بیرون کشید و به طرف صورت من گرفت و با تهدید ادامه داد: من با این اسلحه خواهمت کشت. می کشمت. تو زن مرا به خانه زنان بردی. صدایش بلند و بلندتر می شد. تو من تو را می کشم. در این لحظه حواسم به بچه ها رفت که شاهد این صحنه ها بودم. رو به علی گفتم: این را بگذار کنار، خواهش می کنم. بچه ها می بینند. عارفه که از دیشب کمی آرام و ملایم تر شده بود رو به علی گفت: علی بگذار زیبا بره گلشا رو بیاره. بذار. بعد از لحظاتی علی گفت: اما اول باید بچه ها را به کودکستان ببرد. و رو به من: بچه ها را ببر، بعدش هم برو و هر طور شده گلش ها را برگردان. عارفه گفت: زیبا، ولی یادت نره به هیچ کسی از این موضوع چیزی نگی، آنجا خیلی زنان ترک می آین. علی هم در تأیید حرف های عارفه می گوید: وقتی از گلش ها پرسیدند بگو بیمارستانه. من با ترس و لرز گفتم: ولی من آخه دروغ نمیگم. علی عصبانی شد و داد زد: کسی نباید بفهمد گلشا کجا رفته. هیچ کس. فهمیدی؟ دارم به تو هشدار میدهم. میفهمی؟ من خاموش شده و دست بچه ها را میگیرم تا بیرون بیایم. در همان حین علی صدایم میکند و میگوید: هی زیبا، دیشب گفتی نان سفید دوست نداری. ببین برای تو نان سیاه رژیمی آوردم. وجود من در این قیل و قال حیران مانده بود بین خنده و گریه و شادی و غم. دنیای جالبی است. مردی قصد کشتن زنی را دارد ولی برای سلامتی و متناسب ماندن اندامش نان سیاه فولکورن تهیه می کند. با بچه ها راهی کودکستان می شود. در هم ریخته و پریشان شده بود. نمی دانستم آیا توان ادامه این بازی را دارم. از تهدیدهای علی حسابی ترسیده بودم ولی با خودم می گفتم من باید به همه افراد و دوستان و حتی زنان ترک و کارکنان کودکستان این موضوع را بگویم.
از طرفی هم با هشدارهای علی و عارفه فکر میکردم شاید با این مسئله وضعیتم را حادتر بسازم. توی راه کودکستان در حالی که کمی با باران و بریوان حرف میزدم و آنها را مشغول میکردم درگیر افکار خودم بودم. در نزدیکی های کودکستان به همسایه ترک گلشا برمیخورم. اون نیز بچهش را به کودکستان میبرد. بعد از سلام و احوال پرسی وقتی جویای حال گلشا شد که چرا او نیامده، دل به دریا زدم و همه ماجرا را تعریف کردم. احساس می کردم شاید کارم را سخت تر می کنم ولی آن را یک ضرورت می دانستم. همسایه ترک متعجب و کنجکاو از همه چیز سوال می کرد و من نیز همه را پاسخ می دادم. او با آهان آهان حالا دارم می فهمم چرا این زن در این مدت کوتاه اینقدر لاغر و ضعیف شده بود و باز می پرسید. در آخر به او گفتم به همه دوستان و آشنایانش این ماجرا را تعریف کند. با خود می گفتم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. در کودکستان هم پیش مسئول آنجا رفتم. باز هم به او کل ماجرا را با تمام جزئیاتش تعریف کردم و گفتم در جریان باشند چنانچه برای من یا گلشا اتفاقی بیفته. بعد از بیرون آمدن از کودکان به ذهنم رسید پیش یکی از آشنایان که تسلط کافی به زبان آلمانی داشته بروم. حمید فرش فروش در برگدورف از طرفداران سرسخت و پروباق قرص مجاهدی. مضطرب و ناراحت وارد مغازه حمید شده و انگیزه خودم را از مراجعه به او بیان می کنم. ضمن تعریف تمام ماجرا با جزئیاتش از او می خواهم از آنجایی که زبان آلمانی را کامل می داند در صورت وقوع اتفاقی برای من همه را دقیقاً به پلیس اطلاع دهد تا آنها در این رابطه زیاد نیرو مصرف نکنند و بدانند سرنخ از کجاست. حمید خندهش گرفته بود. من بعد از مرگم تازه به چه چیزهایی فکر می کنم که پلیس هم زیاد انرژی و وقت صرف نکند. او با شناختی که از خشونت و بیرحمی کردها و ترکها در رابطه با مسائل ناموسی و غیرتی داشت میخواست به هر طریقی مرا از این جریان دور سازد. میگفت اشتباه کردی وارد این کار شدی. کردها رحم و منطق ندارند. سعی کن هر طور شده خودت را کنار بکشی. اینجا هاست در واقع تحقق عملی شعارهایی که شما گروههای سیاسی میدهید. حرف و شعار انسانیت، مبارزه، دفاع از مظلومان، ولی در عمل چی؟ من ادعای مبارزه و سیاست ندارم ولی احساس و منطقم میگوید که باید به این زن کمک کنم و بی اعتنا از آن نگذرم. من نمیخواستم با حمید زیاد جر و بحث کنم. آب در هاون کوبیدن بود. بعد از تکرار خواهشم از او خداحافظی کردم. با این کارهایی که کرده بودم ترس در وجودم بیشتر شده بود. احساس خطر زیادی می کردم. همین امر موجب می شد که من در درونم کم کم دریابم به تنهایی از عهده این بر نمی آیم و ناتوانتر از آنم که این مجموعه را به سمت و سوی درست و عقلانی بکشانم و شاید هم خودم را به نابودی بکشانم. مردد بودم. در این فاصله به خانه ام برگشتم و یک یادداشت کوچکی نوشتم که دوستان من در غیابم کارهای عقب مانده را چگونه انجام دهند. قرار بود دوچرخه ای از همسایه من را برای تعمیر به یکی از دوستانم بدهم. سریعا به یک آشنای مصری زنگ زدم و از او خواستم این کار را برای من انجام دهد. او قبول کرد. بعد از انجام آن یادداشتی حاوی شماره تلفن و آدرس دوست تعمیرکارم را نوشتم که بعد از من وضع آن نامعلوم نباشد. در آن زمان دو تا از دوستانم ینس و علی عرب کلید خانه مرا داشتند و در غیاب من می توانستند به کارهایم برسند. به ارژنگ نیز زنگ زدم و ماوقع صبح را برایش گفت. او از پشت تلفن داد و فریاد می کرد که باید هرچه زودتر به پلیس مراجعه کنه. می گفت اول صبح به اداره پلیس رفته تا از آنها راهنمایی بگیرد. آنها گفتند بدون درخواست کمک من نمی توانند در این امر دخالت کنند و تأکید می کرد من باید رأساً این کار را بکنم.
تردیدم داشت کم کم از بین می رفت، ولی از طرفی وقت آن رسیده بود که بچه ها را از کودکستان به خانه برگردانم. باید تصمیم می گرفتم. خواستم از همانجا مستقیما به اداره پلیس بروم، اما یک جورهایی انگار دلم راضی نشد. آخر بچه ها منتظر بودند و علی هم همینطور. او که به اندازه کافی دیوانه و پریشان شده بود، حالا باید به اینها نگرانی بچه هایش هم اضافه می شد؟ نه. باز دل به دریا زدم و فرمان دوچرخم را به سمت کودکستان برگرداندم تا به آخرین عهد خودم که برگرداندن بچه ها به خانه بود عمل کنم. خب به نظرم برای امشب بسه. بسه ببینم زیبا هست. آره زیبا هست. زیبا اگر اوکی هستی و میخوای بیای حالا چند دقیقه بیا بالا. های خب چقدر قشنگ، اینقدر قشنگ میخونی که اصلا داستانای خودمو همینطور دارم گوش میدم کارام. خب بفرما ببینم چطور بود. میخونه انگار داره یه فیلمی رو میبینه، همینجوری تصویر میاد از یلو چشمم رد میشه که چه آره. حالت این کتاب پشت سر گشتی بچه آره. هم به تو دادم آره. سه تا داستان واقعی از زیبا نوبک. ببین یه چیزی که بر من جالب بود، چون این ترس ها رو به نوعی من خودم سر قضیه همون بنگاهی ها اینجا مثلا درسته من تهدید نشده بودم ولی اون حس ناامنیه بود، ولی تو تا این حد تهدید شدی ولی نخواستی از اون اصول خودت، اون مواضع خودت باز عقب نشینی کنی به خاطر حالا ترست، حتی یه دروغ مصلحتی هم اونجا نگفتی و اینا به نظرم فوق‌العاده است و یه چیزیه که از عهده هر کسی بر نمیاد. یعنی هممون به یه نوعی موقع ناامنی معمولا همه دروغ میگن، وقتی یه چیزی به وجود میاد که احساس خطر میکنی آدم ها متوسل میشن به دروغ که اون چیزا رو حفظش کنن حداقل اون وضعیت موجود بدتر نشه، ولی تو با گفتن اینا انگار داری آتیش بنزین میریزی رو آتیش همه چیز، یعنی خشم علی، ولی در اصل حالا نمیدونم اصلا این قضیه چطوری تموم میشه، چون اصلا این داستان تو من آخرش رو نمیدونم الان یادم نیست. چند بار گوش دادم ها، مثلا آرزو آفون زمان میخوند یادم، ولی آخرش یادم نیست که حالا چه اتفاقی میفته. آره جالبه. آره تو که میخوای گریم چه یا همون چه بوده همون چه این هم سلطان. بذار سلطان یه لحظه تو رو نشون بدم. سلام سلطان، چطوری؟ خوبی؟ سلام. مرسی خانواده نیست، خانواده خیلی خوبن. آره مثل خانواده تو خیلی خوبن. خب ببین یه مسئله هست که تو یه باوری به یه جریان داری، باور داری، میدونی که حقیقت در اونه، میدونی که قدرت در اون مسئله است، ولی از یه طرف مناسبات اجتماعی به تو خلافش رو نشون میده. ببین تو میتونی مثلا یه دروغ بگی خودتو رها کنی، ولی همون دروغ رو من وقتی میدونم سیکل رو معیوب میکنه و ناخودآگاه و اون جریانی که اعتقاد دارم که در واقع اون بادیگارد درونی توست، اونه که کمک میکنه، اونه که مائده رو برای تو میفرسته، اون بادیگارد هم در واقع فیدبک اثرات کارای توه، چقدر تو در واقع خودت هستی. خب وقتی تو میای دروغی رو مطرح بکنی
در واقع این سیکل رو معیوب میکنی. خب ظاهرا ممکنه خودت رو آروم بکنی، ولی جریان قطعا به ضررت تمام خواهد شد. این مسئله یه شناختی مستلزم یک، خب وهله اول من شناخت بهش پیدا کردم، بعد باور رو به مرور زمان در همه جهات زندگیم دیدم. خب این باور منم 100% بگم که اونقدر هستش که من واقعا هیچ ترسی رو برای من نمیذاره، اینطور نیست. ولی به مرور زمان وقتی هی میبینی اون باور داره تایید میشه، یک اتفاقاتی خلاف اون چیزی که تو اصلا فکرشو نمی کنیم جلو میاد، بعد اصلا میبینی چقدر این جهان یک کارگردان، یعنی واقعا ماهری در این کار جهان هست، و این در واقع تو خودت هستی که اینو میتونی با شناختی که پیدا کنی این اراده فردیت رو در راستای اراده کل جهان، اون چیزی قانونمندی هایی که در جهان هست در اون راستا بیاری. من واسه همین اینجا نگاه کنی سال چنده؟ 2005. بعد خب من خیلی فرق دارم با الانم، که الان شاید 18 سال پیش. خب تو این 18 سال صدها اتفاق، صدها و هزاران اتفاق افتاده. من که مثلا نمونهش رو میتونم بگم که اصلا ایران رفتنم که اصلا همه گفتن اصلا تو رو میکشن. خب ولی من همیشه گفتم خب این ترسای ذهنی که به من جامعه القا میکنه، مردم به من القا میکنن، این وزنه، یکم اون حقیقتی که من بهش دارم هر روز بیشتر باور میارم ولی قابل دیدن برای کسی نیست. خب من نمیتونم اونو به دیگران نشون بدم. همون حمید کلانتری که بوده، اهل شعار، فرش فروش بوده، یه کمک مالی میکرد ظاهرن هم فلان فلان، اصلا تو کوچکترین زوایای زندگیش وقتی نگاه میکردی میدیدی که اصلا نمیتونه با من اصلا بخونه، چون بر بنیان زندگیشون مناسبات اجتماعی بود. واسه همینه که من باید خودم رو هول میدادم. میدونی وقتی که اون جایی که مثلا زنگ خواستم بزنم به علی و بگم که علی من این کارو کردم، میبینی که چقدر با ترس و لرز، یعنی اون میپرسه و من جواب میدم. خب شاید الان باشه این ترس هایی که اون زمان، اگه الان منو زیبا ناوک الانو ببرم به اون شرایط، خب خیلی قوی تر برخورد کنم، ترسات خیلی کمتر. بعد مثلا چرا این ترسام با چی رفت شده به مرور زمان با باوری که تو به اون حقیقت پیدا کردی؟ برای همین من خودم رو هی هول دادم، خب ترسیدم، یا مثلا اونجا که توی جنگل داشتن مثلا می بردن، یا اون موقعی که حالا بقیهش رو می خونی دیگه چه مسائلی پیش میاد و اینها. خب این در واقع میتونم بهت بگم که فقط تنها همین مسئله است، وگرنه من یه انسان خارق‌العاده که نیستم، که من یه آدمیم که خیلی خیلی هم می ترسم و این ترسا رو می دیدم تو خودم، وحشتناکم می دیدم، ولی هول می دادم خودم. تفاوت من اینه که من ترسامو می بینم و با ترسام روبرو می شم. من اونجا می دونستم که اگر همین مسئله رو بگم بین اون باور من، بین اونی که این مسائل که همه می گه چقدر الان سر این جریان فرانک مثلا آی نگو بدتر میشه فلان میشه، دقیقا شما میبینید که
همون مناسبات، همون ترس های ذهنی میاد رو. نه مثلا حتی اون نازیلایی که میاد رهنمود مثلا میده، نه اونا نفهمم. ولی من برگشتم گفتم نه، به اونا بگو ما یه همچین حرفی زدیم، برای ما فرقی نمیکنه که این آدم قاچاقچی باشه، این آدم نمیدونم اطلاعاتی باشه، این فلان باشه، این اسم این آدم رو ما آوردیم و ما در مورد این فرد حرف زدیم، پس این بدهکاری رو من بهش دارم، من کاری به موقعیتش ندارم و باید بهش بگم که من درباره تو این کارو کردم. خب سوال بعدی. سوال دیگه فعلا تو ذهنم فقط همین مورد خیلی جالب بود برام. سواله بذار ببینیم بچه ها اگر سوالی دارن. نه سوالی اونجا ننوشتم. خب اشکال نداره. خب خوبه دیگه، اینو منم برم. اتفاقا خیلی کار دادم و چقدرم جالب شد اومدن این سلطان. اصلا خیلی اتفاقای جالبی رو باعث شد این. اصلا فردا اصلا خیلی جالب، خیلی جالب. حالا بریم ببینیم فردا 5-6 تا، یعنی من فکر کنم از صبح تا آخر شب نگاه برنامه کردم برنامه داریم. آره برنامه‌مون خیلی زیاد. بعد حالا من یه کار اداری دارم، خوشبختانه تونستم اونو آنلاینش بکنم، قبول کردم گفتم. بعد این خیلی به من وقت هدیه داد، از اون ور برای اینترنتم فردایی که میاد. ولی بعد تا همون که برم ما میریم بیرون، تا این دو سه تا کار انجام بشه میریم بیرون و چند جا میخوایم بریم. خیلی اتفاقای جالبی افتاد که این وقت بچه عکس حلوا زیاد خوب نشد. حلوا را چی کار کردیم؟ تو هم دیدی؟ آره بابا تو لایو بودم انقدر خندیدم، ای میرفتی میخوندی میگی آها اینو اشتباه کردیم. مثلا 3 بار من خوندم، 3 بار ما چیه 10 بار خوندم من در این رابطه نشنوی تو واقعا بچه ها. ولی واقعا میخوانی آبرو ریزی آخه استعداد نونپزی و نمیدونم حلوا پزی و اینا نداری هست. بچه ها دیگه گفتید بذارید، ما اینو لوزیش کرده بودیم ولی حالا اصلا یه طرف، ولی اصلا کلا خورد شده. آقا اصلا روشتون درست نبود. شکلش چی اصلا؟ شکلش چی؟ حالا میگی لغزی کردی. مرزشم اصلا من نمیدونم چرا اینجوری شد بابا. مرزشم دیگه اینجوری. ولی بار روحیش از من برداشته شد خیلی جالب بود. و سلطانم انقدر حسه با هم رفتیم قدم زدیم، بعد انقدر این مرد برای من اتفاقای جالبی رو باعث شده. حتی همین زنجبیله خیلی جالب بود، یعنی اصلا کارنم میدونم بچه ها دارن میخندن، ولی بچه ها اون این که اصلا من هر روز اینو اینجا میدیدم میگفتم آخه به کی به یه بار گفتم محمد من به تو، بعد یه دفعه گفتم محمد چقدر وقت داری، گفت فقط نیم ساعت وقت دارم. یه بعد گفت نیم ساعت، گفتش گفتم پس دیگه هیچ دیگه، گفت چی میخواسته، گفتم نه نیم ساعت نمیشه این کاری که من میخواستم. بعد دیگه اصلا هیچ کسی که نمیموند که، از هر کسی که مثلا فکرشو میکردم. بعد بالاخره دیگه این مونده بود. اون از آذر بود که گفتم این زنگیری چیزا خیلی دارن آذر رو میپرسن میگم فردا چرا نمیدی و اینا. نه بچه من فردا اولا که نظرات مختلفی که داده شد خب این خودش جالب بود، بعدش هم این که نظر یعنی واقعیت میخوام بگم که اولا که وایس هایی که خود چیز داد چند تا چیز خیلی اثر گذاشت روی مسئله.
جدا از اینکه بچه های مختلف هم نظر میدن، تو یادت باشه من دیروز هم گفتم هنوز روی این مسئله هستم که حتما برم. یکی وایسی که امروز اولین بار آذر اومد بعد از مدت ها وایس داد، بعد با یه حالتی که من خیلی آرامش دارم، خیلی راحتم، یه وایسی بود که تو کانال گذاشتیم و اینا، که این وایس یه حالت خوبی به من نداد. گفتم خب آرامش داری دیگه، خیلی الان آرامش داری دیگه. مسئله این بود. دوم این که چون خرم شهری سلطان پیام داد و پیامش رو جواب نداد، گفتش که من دوست دارم با هم آشنا بشم و اینا، خب هیچ برخوردی، هیچ، حالا شاید بگه ندیدم، حالا تا فردا هست اینا، این مسئله جواب نداد به هر حال. بعد من یه جوری برخوردهای آذرم به نجیب خوشم نمیمد، برخورداشو به افراد رو خیلی سلکت میکرد، سلکت از نظر برخورد ذهنی خودش، مثلا نه من از حتی نمیخوام با نجیب مثلا عکس بگیرم یا مثلا بیژن فلانه یا بهمانه یا چیز، که همون من اون روزی که اون دوتا هدیه رو دادم گفتم یه چند ساعتی بپذیر، مثلا گفتم دارم اینا رو باج میدم که بپذیری این چیزا رو. بعد یه جوری حس کردم، شاید هم واقعیت نداشته باشه، ولی حس کردم پشتش یه عمدیه که شاید هم درست نباشه، نمیدونم، تصور خودم رو دارم میکنم، عمدیه که به سلطان جواب نداد. این یه عامل. و عامل دیگه که خیلی مهم شد همین جمله احمد بود، جمله احمد که گفت، چون دو بار احمد دو تا مسئله رو مانه، یعنی تأثیر خیلی خوبی رو گذاشت. یکی سر این که هنوز من داشتم وسوسه می شدم که اون وسایلی که راحله داده بود و بدم، که برگشت گفتش که بندازشون بیرون، ولی اینجوری هدیه نده به آدم، بذار اصلا خواهانش باشن. چند بار اینجوری جوری که گفت بندازشون بیرون، من که حتی این مسئله که اصلا بندازم بیرون برای من خیلی هنوز این چیز هست، ولی اینو تأکیدی که این کرده بود اون موقع وقتی که بعد گفت چوسنم پایین یله، یعنی کسی که قهر کرده سهمشو میخورن، باعث شد که من این کارو در رابطه با راحله انجام، هدایای راحله بگذرم ازش، چون داشتم بازم میمدم زعفرون رو بذارم فلان. همین مسئله رو من به نوعی در رابطه با فوزیه داشتم، در رابطه با فوزیه، چون یه ذره اون موقعی که بودم خونهشون، بعد دیدم زنگ زد بعد گفت سلام برسون، باز ته دل خودم یه ذره احساس گفتم بازم من این دوست داشتن ها هست. همین مسائل من در رابطه با خواهرم داشتم که انقدر سخت بود که برای من، که مثلا من بهش بگم که منو مثلا دیگه زنگ نزن، اما مثلا نگاه میکنم مثلا چون جاده یه طرفه شده دیگه، در واقع جاده یه طرفه است این مسئله، من دقیقا دم به خاطر اون علاقهی که من علاقه احساسات میمد جلوی اون منطق منو بگیره. و اینجا وقتی احمد، خب من برگشتم گفتم خب منطق من بود، خب چون این کارم که کرد خیلی جالب بود، اگه میگفت نه نمیخوام، ولی چون برگشت گفتش که بیا، در خونه رو باز کرد، خب این برای من باز مثل همون حرف فوزیه شد که فوزیه گفته بود که به زیبا سلام برسون. میدونی این یه جوری درون منو وسوسه کرد. اینم وقتی این مسئله شد که من مثلا سلام، فوزیه گفت
مثلا سلام برسون. بعد اومدم گفتم خب این که همیشه تمام کلاهای من و هدبندای من و این می آورد، حالا که گم شده اینا بذار بهش بگم من از تو می گیرم. اومدم چند بار این کارو بکنم، اتفاقی افتاد نشد. من اصلا یه دفعه اصلا هوا اینقدر گرم شد، بعد منم یه کلاه دیگه پیدا کردم، اصلا گفتم این چیز، اصلا گفتم بابا نه من کلاه نمیخوام که اصلا. میدونی این جریان در واقع یه شباهتی به این مسئله هم داره. برگشتم گفتم من بازم اون ته دل خود من جوشید که باز به قول معروف یکی از بچه ها گفته بود که بازم یه نوع قیمه خوریه دیگه. اومدم بهش بگم راستش قیمه خوریه، جواب ندادم، ولی دیدم واقعا بازم طرفی که این کار رو کرده با وجود اینکه داره هنوز به اون فهم و شعور نرسیده، حتی یه وایسشم به من ایگنور کردم. برگشت گفت آره مثل اینکه آدما هنوز نمیدونن محبت و فلان، یعنی اون وزنه کارای خودش رو انقدر بزرگ میبینه، میدونی اصلا نمیتونه کل این جریان رو ببینه. و بعد من باید برم چی، دوباره منت کشی یا برم دوباره بگم به من یه نیم نگاهی بکن؟ همچین مسائلی هم که اومد، ولی با این حال باز میخوام بگم اون بارقه این احساس من اومده بود. و اونجایی که یاد مثلا خواهرم افتادم، که خواهرم که وقتی آخرین بار، یعنی واقعا بگم چقدر برام سخت بود بهش بگم که به من زنگ نزن دیگه، چون همه چی یه طرفه شده، جاده یه طرفه است، همش باید این طرف. ببین دادن که فقط مادی نیست که، شما یک باری رو حساب بکنی، یک باری رو در تمام رابطه خود من با آذر نگاه کنید که مشخصا من رو دعوت کرده باشه. یعنی تا به حال اصلا وجود نبود، با خیزش حرکت از خودش، با خیزش حرکت از خودش، یعنی برگرده بگه که من واقعا دلم میخواد که همیشه من خودم رو دعوت کرد، همیشه من خودم رو دعوت کرد. و اینجا که یه دفعه این مسئله شد که جریان سلطان، با این حال باز اون بارقه سلطان که اومد این مسئله، بعد حرفایی که پیامای ما رو با اون وی وی که من اینجوری کرده بودم، نیاز من به اون به قول معروف احساس بارقه، احساس من بیدار شد نسبت به این، مثلا فرض کن یه باشه سلام رسوندن فوزیه سلام رسون، یا مثلا این همسایه چه به من یه دونه جمله گفت، همسایه خسرو یه جمله گفت مواظب خوبیات سلامتیات باش، یه لبخند به من زد. این همه از اون بعد مثلا من میخواستم همین کلاه و هدبند و اینا رو بهانه کنم که با فوزیه، بعد این گرمی هوا، این یه دفعه پیدا شدن اون یکی کلاه من، بعد اینکه یه سری جریانات باعث شد که در واقع عقب بندازه این مسئله رو. همین اینا که دارم میگم در واقع مخاطب اصلیم خودمم. این همه این کائنات با اتفاقای مختلف میاد به من یاد میده، اتفاقی رو جلو میندازه که نشه، مثل جریان سلطان. وقتی احمد گفت منم خوشحال نیستم، خیلی جملهش برام جالب، یعنی واقعا سحر خیلی کار قشنگی کرد که اینا رو فرستاد.
اصلا انگار مثل همون لحظه بود که من داشتم زعفرون و با زنجبیل و با فلان و فلان میذاشتم. احمد اینا رو ببر، بعد بهش بگو بیاد از تو بگیره. گفت اتور دا بابا، اتور اتور دا وی وی کن. همچیز کرد دیگه، من یه عقب نشینی کردم. اینجا هم این جریان و سلطان وجودش. بعد یه دفعه سلطان برگشت گفت من اومدم اینجا. گفتم تا کی میخوای بری؟ بعد یه دفعه گفتم من فردا این آدم با این محبتش، با این موقعیت، با این چیز، اصلا هیچی هم برای ما نیورده، هیچی. یه چیزی هم آورده که اونجا گذاشت. امروز داشتیم میرفتیم گفت این چراغا رو میبینی دور همسایه ها، من از اون برات آوردم، اینم تو هایممون داده بودم. گفتم من که مال کریسمس اینا، گفتم من که از اینا نمیزنم، اینم این از این کارا آزار میکنه، اینم مال آزار در باید مال آزار، همینم اونجا باز اسم آزار بود. بعد یه دفعه گفتم که خب این آدم خودش اومده، این آدم بلند شده هزینه کرده اومده اینجا، من اینو بذارم. خب بذارم من همین یه روز رو برای این بذارم دیگه، که فردا میخوای اونجا بری یکی هم مثلا چایی هم نذاره برای تو، نیم نگاهی هم نکنه که من پس فرداش میخوام مثلا پیاده برم. خب همون بلیتی که از اینجا میگیرم به اونجا میگیرم، میخوام همینو. به خاطر همین میدونی چی شد؟ فردا یه بلیت، اگه میخواستم یه بلیت 2.5 یوروی بدم، امروز برگشتم به سلطان گفتم فردا بلیت گروهمون رو ما میگیریم که نزدیک 12 یوروست، من میگیرم. این همون جریان شیلانه ها که جلوی چیز وایستادم، جلوی آیین. خب خودم رو ادب کنم که حتی همین که همین رو فردا، همین رو بگیرم، پس فردام دوباره میگیرم دیگه، پس فردام مینو میگیرم. میخواد بشه چی؟ این همه به من هدیه دادن، اونا رو نمیبینم. این همه هدیه هایی که نزدیک 50 یورو شد الان به من، هدایایی که دادن سر یه مسافر اکشم و پانی رکسانا هم داد آخه. الان هم برگشت که اون 20 یورویی که به فرانک داده بودم بمونه برای مانیکور پدیکورت. الان ندیدی نرفتی تو چیز بودی؟ خب نمیخوام بدم به فرانک، چون من برگشتم دیروز، برگشتم گفتم من نمیخوام بهش بدم. این همون جریانی شد که من سر آذر چرا باید من هدایای راهلا رو بدم به آذر؟ خب باید خودت بفرما اینو چیز. من دیروزم بعد وقتی که این آدم برگشت گفت بای بای فلان، یک بارم این فرانک نگفت این خانم کیه 20 یورو داده. 5 بار 3 بار 4 بار گفتم 20 یورو تا اگر لیر میخوای بهت بدیم فلان بدیم، ما اون هدیه‌رم داده. ما باید دنبال این باشیم که من بیام هدیه این دختره رو بدم، آخر سرم اونجوری بکنم. خب معلومه به چون آخر سرم اینجوری. بعد برایشم بودم بهتر هدیه، بعد گفتم من که نداده بودم، مال رکسانا بود، خب خودش ببره بده، این شماره حسابش، اونم کنتاکت فرانک. بعد یه دفعه برگشت گفت منم نمیخوام بدم. خیلی یادم چرا بدم، منم برخورداشو دیدم نمیخوام بدم، بمونه برای این مانیکور پدیکوری که تو میخوای به اولین بار الان میخوای بری. منظور من این که الان میخوام برم توی این، من الان حتی همین مسئله بلیتو که میخوام مثلا چیز کنم، اصلا نمیدونم، خیلی جالب بود. اصلا اومدن این سلطان خودش نمیدونه چه اتفاقاتی درون من ایجاد کرد. من هم برای خودش داره میساش نمیشنه به اون لگه. تو خواهر خودشه، تو خواهر هنسفری گرفته گذاشته. ولی خیلی جالب بود وجودش، انگار احساس میکنه. و واقعا ممنونم از اکرم، چون اگر فل بداهه با من تماس میگرفت، با اون تصویری که یه دفعه از خودم نمیدم. امروز احمد اومد گفت اون عکس تو پاک کن، بلد نبود
بود. گفت من پاک میکنم. گفت هر کی این عکس ازت گرفته. گفتم این یه جوری حالت نمیدونم شبیه قاچاقچیوخ، شبیه فلان و بهمان اینا شده. احمد گفت نه 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 نه، در حالت ناراحتی ازش عکس گرفت، پاک کرد، حالا عکسای قشنگتری رو ازش چیز کرد. به هر حال من فردا برنامه جالبتری رو دارم و ممنونم، خوشحالم از این اتفاقات گشت. من مشکلی، من حرفامو زدم، چه به سحر میگم، چه به سحر، چه به آذر، چه به فوقیه، چه به هر کسی که زد. اگر زدن این حرفا، حرفایی که من زدم، اگر حرفای من اشتباهه، طرف میتونه بیاد خیلی راحت بگی 1 2 3 اینا رو نوشتم، میخوام دربارش حرف بیاد همینجا تو لایف صحبت کنیم، بیاد ناراحتیش رو بگه، بگه که من البته اگر به این شعور برسه، البته اگر به این درایت و فهم برسه که حرف بزنه، بیاد بگه اینجا من این کارو کردم، من این برنامه رو گذاشتم، من این چیزو گفتم. یه سری جفسازی هایی که مثلا فوزیه انجام میداد اون موقع، آره من براش این آوردم، من براش این آوردم، من براش سبزی آوردم، من براش این خریدو کرد. آقا ما در مورد سبزی حرف نمیزنیم که، تو هم سبزی خودتو بگو، تو در مورد گوجه خودت بگو، تو بر این لباس آوردی اونم بگو. من دارم در این رابطه میگم اذیت شدم. تو هم اگر در یک رابطه اذیت شدی اونو بگو، نه اینکه من اذیت خودم رو دارم مطرح میکنم. و اگر بیجا بوده بیای مطرح کن. خب من امیدوارم به یه همچین چیزی، ولی با اون وایس که امروز شنیدم، با اون وایس حس میکنم هنوز زمان خیلی زمان خیلی بذار زمان تا همون به قول معروف آرامش داره دیگه، آرامشی که مگر در رابطه با بیژن تونسته حرف بزنه برادرش، مگه در رابطه با عموش تونست حرف بزنه، مگه در رابطه با اون یکی برادرش جعفر تونست حرف بزنه، مگه در رابطه با بچه های معتاد خواهرش حرف تونست حرف بزنه. نه دیگه، گریه کرد، فلان کرد، یه ذره احساسات رو ایموشن آی، بعد یه ذره حالا الان خیلی خیلی بهتر شده، قبلا یه ذره چیز میشد، ای وای من قند دارم، من ناراحتی دارم، اعصاب دارم، فلان و آره اینجوری دیگه. ما هم نمیتونستیم، همین مسئله رو فوزیه داشت دیگه، وقتی میمدی یه حرف بزنی، نه نه حوصله ندارم، من سرکار میرم، من فلانم، من بهمانم، نمیشد. یعنی فوزیه، حالا البته آذر دوزش خیلی بهتر از اونه، یعنی دوز مسائلش خوب، یعنی 100 برابر بهتر رو بکنه، ولی ماهیت همونه دیگه، ماهیت هم. به هر حال من از چیز خوشحالم، از سلطان خوشحالم که باعث شد که حداقل من این وقت رو بهش بدم که ایشون بمونه، و برای تنبیه خودم هم که دنبال بلیت اضافی نخرم و اینکه حتما هم 2 برابر ما پیاده روی بکنیم، 3 برابر اون مسئله رو من بلیت رو میکرم. بای بای، مرسی.